الله اکبر. الله العظيم في محكم كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين آیه 43 از سوره مبارکه بقره که معنای فارسیش این هستش که و نماز را بر پای دارید و زکات بدهید و رکوع کنید با رکوع کنندگان. بحثی رو که از این تاریخ و از این جلسه شروع می‌کنیم به یاری خداوند تبارک و تعالی در این ایام بزرگ، بحثی است پیرامون مهمترین عبادت در اسلام به نام نماز که عربی اون در واقع صلات هست. قبل از اینکه وارد نکات فنی و نکات محتوایی بحث بشویم، به یک سوال بسیار کوتاه پاسخ بدیم که چرا این بحث رو مطرح میکنیم. پاسخش این هستش که در جامعه ای واقع شدیم که تهاجم فرهنگی از هر طرف و در ابعاد مختلف و متنوع جامعه رو و جامعه ما رو در واقع تحت فشارهای مختلفی قرار داده و یک هدف دشمن از این کار داره و اون هدف نابودی عقیده و فرهنگ اسلامی و شیعی جوانان ما و خانواده های ما هست. یکی از مواردی که می تواند در مقابل این تهاجم فرهنگی به فرد فرد ما و به خانواده های ما کمک بکنه، عبادتی است به نام نماز یا همون صلات، که اگر این عبادت به درستی بهش پرداخته بشود و معنا و محتوای اون رو ما خوب بفهمیم، خود این عبادت به یاری خداوند تبارک و تعالی میتواند که یاری کننده و معین ما در مقابل این تهاجم شدید فرهنگی باشیم. عرض کردیم شرط کمک کنندگی این عبادت یعنی نماز، شرطش این هست که به خوبی فهمیده بشه و به خوبی اجرا بشود. بعد از پاسخ به این سوال
اولین کاری که میکنیم باید بریم سراغ معنای لغوی صلات و سپس معنای اصطلاحی اون. واژه صلات در کتب مختلف لغت که حالا بعضن خدمتتون خیلی سریع عرض خواهیم کرد، در لغت به یک معنای آمده که تقریباً همه لغت نویسان این معنا رو ذکر کردن، فرمودن که صلات در لغت به معنای دعا کردن و درود فرستادن هست. این معنای لغوی صلات هست، به معنای دعا کردن و درود فرستادن. اما آیا منظور از واژه صلات در قرآن کریم این هست که ما دعا کنیم و درود بفرستیم یا نه منظور چیز دیگری است؟ قطعاً در پاسخ این سوال باید گفتش که خب منظور چیز دیگری است. ما از صلات به معنای فارسیش که میگیم نماز چیز دیگری رو میفهمیم، یعنی یک عمل عبادی رو میفهمیم که حالا باید توضیحش رو بدیم. پس وقتی این چنین هست باید ببینیم که واژه صلات که در لغت به معنای دعا کردن و درود فرستادن آمده، این واژه در خود قرآن کریم به چه معانی اصطلاحی به کار رفته. در مورد لغت من چند تا کتاب رو برای شما میخوانم و معانی که در این کتب معتبر ذیل واژه صلات در باب لغت، یعنی از نظر معنای لغوی برای صلات ذکر شده رو عرض میکنم، بعد میریم داخل قرآن کریم ببینیم که اصطلاحاً واژه صلات به چه معانی ذکر شد. قاموس قرآن کتابی است که لغات قرآنی رو فقط جمع آوری کرده و پیرامون اونها صحبت کرده. ایشون میفرماید که صلات توجه و انعطاف می باشد. بعد خود ایشون از کتاب شریف المیزان، یعنی تفسیر المیزان نوشته مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ذیل آیه 43 سوره احزاب فرموده که معنی جامع صلات چنان که از موارد استعمال اون به دست میاد انعطاف است. انعطاف یعنی منعطف شدن، یعنی تمایل پیدا کردن، مقداری انسان در مقابل کسی یا چیزی نرم شدن، از اون حالتی که داره خیلی شق و رق هست به قول ما پایین آمدن. لذا گفته ان آن از خدا رحمت، از ملائکه استغفار و از مردم دعاست. حالا این جمله یعنی چی؟ عرض میکنیم الان. و آنجا که گفته اند صلات به معنی دعاست، فقط صلات بنده را در نظر گرفتند، حال آنکه صلات به خدا و ملک که مفرد ملائکه هست نیز نسبت داده میشه. یعنی در قرآن کریم هست که خداوند تبارک و تعالی یسلی هست. خب وقتی ما واژه صلات رو راجع به خدای تعالی به کار میبریم، اینجوری است که خداوند متعال مثل ما نماز میخونه، یا اگه به معنی لغویش باشه درود دعا داره میکنه. یعنی خداوند متعال دعاش چجوری، برای کی دعا بکنه، از کی بخواد که کار کی درست بشه. خب این معنی درست در نمیاد در مورد خدای تعالی، قطعا اینجوری نیست، این گونه نیست. ولذا میفرماید که صاحب قاموس قرآن میفرماید که واژه صلات وقتی در مورد خدای تعالی به کار بره اونجا به معنی رحمت هست. یعنی وقتی ما میگیم خدای تعالی الله یصلی، اونجا این نیست که خداوند داره دعا میکنه یا خداوند نماز میگذاره، اونجا این است که خداوند رحمت میفرسته. وقتی میگیم ملائکه یصلی،
یعنی نه اینکه ملائکه نماز بخونن، نه، ملائکه یعنی اینجا دارن درود میفرستن یا همون دعا میکنن. میتونه واژه‌اش با انسان‌ها بعضی وقتا یکی باشه، فرق نمی‌کنه. راجع به خود انسان‌ها وقتی میگیم یصلی، یعنی هم میتونه به همین معنی فارسی نماز باشه که ما میگیم که حالا توضیح میدیم، و هم میتونه به معنی درود فرستادن یا دعا کردن باشه که حالا داخل قرآن سراغش میریم. آیه‌ای که در قرآن هست که هر سه معنا رو تقریبا که عرض کردیم، یعنی راجع به خدای تعالی، ملائکه، انسان‌ها رو درون خودش داره، همین آیه معروفیه که همه شما و همه اونایی که صدای ما رو میشنون حفظ هستن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله، یعنی قطعا خدای تعالی، و ملائکته، و ملائکه خدای تعالی، یصلون علی النبی، اینها یصلون علی النبی هستن، یعنی هم خدای تعالی یصلون علی النبی هست، هم ملائکه یصلون علی النبی. یا ایها الذین آمنوا صلوا، شما ای کسانی که ایمان آوردید، صلوا علیه و سلموا تسلیما. اینجا شما دیدید که خداوند متعال وقتی میشه یصلی، یعنی رحمت میفرسته، نه اینکه دعا بکنه، نه اینکه نماز بخونه خدای تعالی. پس با واژه صلات اگه نسبت دادیم به خدای تعالی، همیشه یادتون باشه به این معناست، یعنی رحمت میفرسته. ملائکه و ملائکته یصلون علی النبی، ملائکه چه جوری یصلون هستن؟ اینا نماز میگذارن؟ نه، بذارن هم ابی نداره، نماز بخونن ابی نداره، ولی نه، منظور اینجا هستش که اینها هم درود میفرستن تو این آیه شریفه. ادامهش هم میفهمد شما هم که ایمان آوردید درود بفرستید بر پیغمبر. خب که این در فارسی ما وقتی میخوایم درود بفرستیم، خوشبختانه این رسم بین هممون شده که بعد از این آیه شریفه حالا یه بار، دو بار، سه بار صلوات میفرستیم به صدای بلند، همم با هم میفرستیم، که حالا یه دونه‌ش هم با هم میفرستیم که خیلی کار خوبی هم هست. اللهم صل على محمد وآل محمد. در فرهنگ معارف اسلامی، یعنی کتاب فرهنگ معارف اسلامی جلد دو صفحه 1114 می‌فهمد صلات یعنی دعا، و در اصطلاح شرع به معنی نماز است با شرایط معین و ارکان مخصوص. مفردات راغب اصفهانی که یکی از برادران اهل تسنن است که کتابی نوشته، او هم لغات قرآنی رو جمع کرده در این کتاب شریف، می‌فرماید که بیشتر اهل لغت گفتند صلات به معنی دعا و تبریک و تمجید است. وقتی ما میگیم صلیت علی، یعنی بر او دعا کردم، او را تزکیه نمودم. بعد ایشون در ذیل آیه 3 سوره بقره اونجا این آیه رو شاهد مثال آورده، و حدیثی رو خود صاحب مفردات راغب اصفهانی که اهل اصفهان هم بوده، حدیثی رو از پیغمبر نقل کرده. اونجا میفرماید ایشون که از پیامبر اکرم نقل شده که اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب و ان کان صائما فلیصل. می‌فرماید که چون یکی از شما به طعامی دعوت شدید اجابت کنید، اگه اون شرایط حلیت طعام بود و اینا، اجابت کنید، دست رد به سینه طرف نزنید، و اگر روزه بودید، صائم بودید، روزه دار بودید، از برای دعوت کننده فلیصلی. فلیصلی اینجا فهمیده که اینجا به معنی دعا کردنه، یعنی کلمه صلات به معنی دعا آمده، یعنی دعا بکنید براش، برای اون کسی که شما رو به غذا و طعام دعوت کرده، اگر نتونستید که دعوتش رو بپذیرید چون روزه هستید، براش دعا بکنید. این معنی لغوی. دقت بکنید داخل قرآن کریم معنی اصطلاحی نماز. در داخل قرآن کریم، یعنی در خود قرآن کریم در واقع که عرض میکنیم، حالا ما وارد قرآن کریم که میشیم، میبینیم که واژه صلات از نظر اصطلاح به سه معنا آمده. اولین معنا خود معنای دعا کردن و درود فرستادنه که از معنای لغویش گرفته شده.
آیه 103 سوره مبارکه توبه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خذ من اموالهم صدقه، ای پیغمبر از اینها، از بین اموال اینها صدقه شونو بگیر. صدقه یک زمانی به معنی زکات واجب بوده، یه زمانی هم بعدن در قرآن کریم به معنی صدقه مستحب به کار رفته، هر دو معنا اومده. زکات هم همینجور هست. خذ من اموالهم صدقه، از اینها صدقه شون یعنی زکات واجبشون رو بگیر. تو تطهرهم و تو زکیهم بها، که به این وسیله ایشان را پاکیزه گردانی. یعنی وقتی که زکات واجب مال اینها رو گرفتی، مال اینها پاک میشه. ای پیغمبر این کارو بکن که مالشون پاک بشه. و صل علیهم، اینجا صل علیهم به این معنی نیست که براشون نماز بخون، چون اصلا پیغمبر برای اینا نماز بخونه که فایده نداره، چون اینا آدمای زنده ای هم خودشون. برای آدم زنده که شما نمیتونی نماز بخونی، که مگه نماز مستحبی هدیه بخوای بخونی برای اینها. و صل علیهم اینجا فرمودن که و دعا کن برای ایشان. صل به معنی دعاست. ان صلاتک سکن لهم، قطعا اون دعا و درودی که تو بر اینها میفرستی سبب آرامش اینها میشه. یعنی دعای پیغمبر سبب آرامش هر کس میشه که مشمول دعای پیغمبر باشه. حالا چه پیغمبر در حیات باشه دعا کنه، چه در ممات باشه، یعنی از دنیا رفته باشه، دعای پیغمبر سبب آرامشه. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، سکن یعنی سکینه، یعنی آرامش قلبی. پس در این آیه شریفه صلات به معنی دعا و درود اومده. این یک. دوم، در اصطلاح عرفی، عرفی که میگیم، یعنی میگیم ما جامعه ای داریم، تو جامعه فلان واژه رو داریم به کار میبریم، فلان واژه تو جامعه ما به چه معنیه، اینو بهش میگن عرف جامعه. مثلا ممکنه ما میگیم آقا چرا شما به ما گیر دادی، گیر سپیچ دادی، اما همین واژه رو بخوایم به انگلیسی ترجمه کنیم براش ترجمه پیدا نمی‌کنیم، چون این واژه مال زبان ماست، خاص ماست، عرف جامعه ما شده. حالا ممکنه چند سال پیش به بعد هم اینجور شد، ولی در عرب یا در زبان انگلیسی یا زبان‌های دیگه ممکنه که ما براش واژه‌ای اصلاً پیدا نکنیم، چون عرف ما هست. اینو بهش میگن اصطلاح عرفی. در اصطلاح عرفی واژه صلات به معنای سوت زدن هم اومده، به معنای کف زدن هم اومده، سوت زدن هم اومده. آیه 35 سوره انفال میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه راجع به مشرکین هست که اینها میرفتن قبل از اینکه پیغمبر مبعوث بشود و بعد از اونم تا حدودی، اینها میرفتن دور خانه خدا رسم میداشتن، بعضن به حالت برهنگی یا حالتهای دیگه نماز میخوندن. نماز اینها و صلات اینها سوت زدن بود، سوت میزدن و کف میزدن، نماز اینها اینجوری بود. قرآن میفهمد که در آیه 35 سوره انفال، و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسدیه، میفهمد که نماز اینها یعنی مشرکین در خانه کعبه چیزی جز سود زدن و کف زدن نیست. یعنی اینجا خود قرآن کریم واژه نماز و صلات رو به معنی سود زدن و کف زدن گرفته، و پس به این معنا در قرآن کریم واژه صلات آمده، یعنی به معنی سود زدن و کف زدن اومده. این اصطلاح عرفیه، عرف اینا اینجور بوده تو جامعه. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، ادامهش میفهمد پس طعم عذاب را بچشید به کیفر آن که کافر شدید، که حالا با اونش ما کار نداریم، منظور خواستیم لغت صلات رو بگیم. سوم، در اصطلاح شرعی. اصطلاح شرعی یعنی چی؟ یعنی شریعت اسلام، شرع اسلام یا شرع هر پیغمبری، چون شرایع گوناگون بوده، هر پیغمبری شریعتی رو آورده ولی دین یکی بوده، از آدم علیه السلام تا خاتم سلام الله علیه و آله
یک دین بوده، دین اسلام. همه پیغمبرا دینشون اسلام بوده، همه هم مسلمون بودن، اما شریعت ها با هم دیگه تفاوت میکرده. شریعت حضرت آدم با شریعت ما تفاوت هایی داشته، به مقتضیات زمانش خدای تعالی براشون شریعت رو در نظر گرفته. شریعت حضرت ابراهیم، شریعت حضرت اسماعیل، شریعت حضرت نوح همینطور، شریعت پیغمبر که میگن شریعت نبوی مال پیغمبر خاتم. خب اصطلاح شرعی یعنی اون اصطلاحی که شرع مقدس اسلام واژه‌ای رو از اون معنایی در نظر گرفته برای شریعت نبوی. میفهمد آقا واژه صلات اینیه که پیغمبر برای شما تبیین میکنه، یعنی صلات یه معنای لغوی داره ولی در اصطلاح شرعیش این کاری هست، این عملی هست که پیغمبر انجام میده. نگاه کنید پیغمبر چه کار میکنه، همون عمل رو انجام بدید. اینو ما بهش میگیم صلات. فلان عمل ما بهش میگیم روزه، یعنی این کار رو باید انجام بدید، جزء شریعت نبوی. فلان عمل خمس، فلان عمل حجاب، همینجور. اصطلاح شرعی در آیه 42 سوره بقره میفرماد، همین آیه است که اول بحثم اتفاقا خوندیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اقیم الصلاة و آت الزکات و ارکعوا مع الراکعین، و نماز را به پای دارید. اینجا دیگه به معنی درود و به معنی دعا و اینا نیست، نمیگه و اقیم الصلاة یعنی برید دعا بکنید، برید درود بفرستید. میفهمد نماز را به پای دارید، یعنی یک اصطلاح شرعی است. و آت و زکا و زکات بدهید، یعنی صدقه واجب اگه به گردنتون هست زکات واجب بپردازید، و رکوع کنید با رکوع کنندگان. این سه تا اصطلاح یعنی در قرآن کریم به کار رفته، یعنی صلات به سه معنای سوت زدن، کف زدن، به معنای خود نماز یعنی یکی از اعمال عبادی که ما داریم انجام میدیم در شریعت نبوی، و همچنین به معنای دعا کردن و درود فرستادن دیدیم که در قرآن کریم آمده. اینجا یک نتیجه میگیریم. پس در مجموع معنای لغوی و اصطلاحی نماز رو کنار هم قرار میدیم، یک نتیجه برای واژه نماز میگیریم، واژه صلات، تا بریم ادامه بحثمون. اون نتیجه اینه، تعریف نماز میشه که یک عبادت بزرگی است که در رأس عبادات قرار گرفته و از ارکان دین به شمار رفته، تارک آن، ترک کننده آن در ردیف کافر هست. واژه صلات حسب اونچه که معجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم یک فرد عرب زبان هست، 67 بار در قرآن به کار رفته خود واژه صلات، ولی در مورد عمل عبادی نماز بیش از 90 بار در قرآن راجع به نماز صحبت شده. حالا بعضی از احادیثی که فارسی شما داریم میخونیم که حوصله ها سر نره، میفرماید که از قول پیامبر مهربان و گرامی اسلام میفرماید که نماز از شرایع و احکام دین و موجب خوشنودی پروردگار عزوجل و راه و روش پیامبران میباشد. آدرساشو من آخر سر بهتون میگم. باز میفهمند بهترین تکلیفی که از جانب خدای تعالی وضع شده نماز هست. باز میفرمایند امام صادق علیه السلام، بعد از معرفت خدا هیچ چیزی با این نماز برابری نمی کند. همه اینا رو شما میتونید تو کتاب شریف میزان الحکمه صفحه 3093 و 3095 اونجا بیابید. بعد از این مطلبی که راجع به نماز عرض کردیم، نتیجه دوم میگیریم. میگیم بخوایم یک تعریف جامعی پیرامون واژه صلات و نماز داشته باشیم، نوعی عبادت هست که از جانب پروردگار متعال برای بندگان از بدو خلقت
از زمانی که حضرت آدم علیه السلام هبوط کرده در روی زمین خلق شده، در نظر گرفته شده و برای شریعت نبوی نیز توسط پیامبر گرامی اسلام مسئله نماز از جانب خدای تعالی به امت اسلام ابلاغ شده. حالا این مطلبی که اینجا عرض کردیم که از بدو خلقت، یعنی از زمان هبوط حضرت آدم سلام الله علیه تا پیغمبر از و از پیامبر تا قیامت این نماز در نظر گرفته شده، بله، واژه صلات به عنوان نماز یک عمل عبادی در نظر گرفته شده، اما کمیت و کیفیت نماز از اول خلقت تا زمان پیغمبر خاتم با هم دیگه فرق میکرده، هم کمیتش فرق میکرده هم کیفیتش فرق میکرده. خب خود نماز با این نتیجه دومی که ما گرفتیم مانند اعمال عبادی دیگه است، یعنی اون چرا که پیامبر از جانب خدای تعالی برای بندگان آورده، اون چرا که آورده که بندگان باید انجام بدن، اینا میشه عبادت. پیغمبر از جانب خدای تعالی حج آورده، باید حج رو اینجوری عمل کنید، انجام بدید، میشه عبادت. حجاب رو باید اینجوری، تقریبا حدود 13 آیه راجع به حجاب در قرآن داریم، باید اینجوری عمل بکنید که من بهتون میگم، من پیغمبر که خدا به من گفته اینجوری عمل بکنید، میشه عبادت. خمس میشه عبادت، جهاد میشه عبادت. این گونه به مردم گفتن که دنبال معروف باشن و کارهای خوب انجام بدن میشه عبادت. این گونه عمل کنید که مردم رو از کارهای زشت باز دارید، نهی از منکر، میشه عبادت. دوست داشتن دوستان خدای تعالی میشه عبادت. دشمن داشتن دشمنان خدای تعالی همش میشه عبادت. نماز هم یکی از این عبادات، یعنی من پیغمبر از جانب خدای تعالی عملی رو برای شما آوردم به عنوان نماز، عربیش صلات، یعنی باید یک عملی رو انجام بدید با یک کیفیت مخصوصی که من برای شما میگم، من پیغمبر. پس باید پیغمبر انجام بده این عمل رو، مردم رو دست پیغمبر ببینن، اون عمل رو انجام بدن. پس صلات هم میشه در این تعریف خودش با عبادات دیگه مشترکه، عمل عبادی است مانند همه اعمال عبادی دیگه، اما یه فرقی با همه اینها داره و اون این هست که نماز بعد از معرفت به خدای تعالی و رسولش در رأس عبادات قرار گرفته، یعنی اهمیت نماز از عبادات دیگر بالاتر شمارده شده. اینو در ذیل بحث حالا خدمتتون توضیح خواهیم داد. یک صلوات محبت بفرمایید. باز بریم سراغ فرمایش امامان نور و هدایت، امام ششم، امام صادق علیه السلام. عربی هاشو نمیخونیم، فقط فارسی هاشو میخونیم. رجوع میکنید به میزان الحکمه ذیل واژه صلاح و صلات. من صفحش هم عرض کردم، 3093 به بعد هست. حضرت میفرماید محبوب ترین کارها نزد خدای تعالی نماز هست. در چی؟ در بین عبادات. دقت بکنید، محبوب ترین کارها نزد خدای تعالی نماز است و آن، یعنی نماز، آخرین سفارش پیامبران می باشد، نه پیامبر ما. حالا اینا رو هم همه رو صحبت می کنم. و حسب فرمایش پیامبر اکرم، باز در همون میزان الحکمه صلی الله علیه وسلم، بهترین تکلیفی است که از جانب خدای تعالی برای بندگان وضع شده. حالا ببینید مجموعه آیات، روایات، احادیث، فقط فهرستش راجع به نماز، دقت بکنید، در قرآن و روایات. نماز در قرآن و روایات به نور، برهان، چراغ، منهاج انبیا، شما بشمرید آخر سر ببینید چقدر نماز اهمیت داره و تو قرآن به چه اسمهایی به کار رفته. عمود دین، قیم دین، رأس الامر،
اصل اسلام، پرچم ایمان، سیمای دین، بهترین اعمال به عنوان ملت و آیین، به عنوان بهترین وسیله توسل، محبوب ترین اعمال، نور چشم پیامبر، اول واجب دین برای انسان بعد از معرفت الله و معرفت النبی، اولین چیزی که باید به تازه مسلمون ها آموزش داد، اول چیزی که در قیامت به عنوان اعمال عبادی مورد محاسبه قرار میگیره، آخرین وصیت پیامبر، آنچه که باید بیشترین همت انسان صرف اون بشه، وسیله نجات از آتش قیامت، میزان اعمال، باقیات و صالحات توصیف شده در قرآن و روایات. آثار و ویژگی هایی که برای به جا آورنده نماز در قرآن و روایات ذکر شده، که ما به جا آورنده نماز رو بهش میگیم مصلی، یعنی نمازگزار، جایی که مصلی نماز میخونه رو میگیم مصلا، یعنی جایی که نماز خوانده میشود و مصلی اونجا نماز میگذاره. آثار و ویژگی های نماز که مترتب بر مصلی میشه چیه؟ یک، اینا رو هم فهرستش رو داریم عرض میکنیم، چون خود اینا خیلی زمان میبره، شما خسته میشید، نمیتونید گوش بکنید، حوصله سر میره، باید فهرستش رو فقط بگیم. نماز چه خواصی داره؟ ویژگی هاش: محبوبیت نزد فرشتگان، برکت رزق، وسیله طرد شیطان، راحتی بدن، سلاحی علیه کافر، مستجاب شدن دعا، توشه قیامت، شفیع برای ملک الموت، انیس در قبر، جواب نکیر و منکر. این از ویژگی‌های نماز، نه همش، ما مقداری که ذهن‌ها خسته نشه رو عرض کردیم. در روز قیامت نماز برای سر مؤمن یک تاج هست، برای صورتش نور هست، برای پای مؤمن عبور از صراط هست، برای بهشت کلید هست، برای حورالعین نماز مؤمن و مؤمنه مهریه است، برای میزان الهی، ترازوی الهی، میزان الهی نماز سنگینی هست، برای خدای تعالی نماز به منزله رضایت هست. حالا اینها رو داشته باشید، قسمت هایی از ویژگی های نماز برای کسی که نماز میخونه. این موارد هم میتونید به کتاب شریف خصال جلد 2 صفحه 522 مراجعه کنید. حالا اینجا یک سوالی رو مطرح بکنیم. قبلش که این سوال مطرح کنیم، اینو بگیم، اینجا هم یه نتیجهی بگیریم، و اون اینه که پس اگر ما گفتیم هیچ عمل عبادی مانند نماز در بین عبادات به این مهمی نیست، حرف لغوی نزدیم، حرف بی خودی نگفتیم. شیعه و سنی انقدر روایت و حدیث راجع به نماز آورده و صحبت کرده که هیچ عمل عبادی مانند نماز بین شیعه و سنی اینجوری بحث نشده. حالا اون سوالی که میخوایم مطرح کنیم، که خیلی هم سوال خوبی است، آیا نماز در امت‌های پیشین هم واجب بوده و یا فقط در امت اسلام وجود داشته و واجب گردیده؟ چون الان ما اصلا با یه وضعیت تهاجم روبرو هستیم که اصلا به طرف هم چی میکنیم؟ خمس بده هم چی میکنیم؟ آقا اینا آخونده خودشون در آوردن، نکن که پولتو ندین و بخورن. میگیم آقا کار کم کم سنگرا تک شد اومده جلو، رسیدیم به نماز، هم چیکار نماز؟ نماز کی میخونده آقا؟ نماز اینجا اردن همین آخونده نماز رو درست کن، سر من و تو گرم باشه برادر، کار به اینجام رسیده. نماز نه تنها در بین امت اسلام توسط پیغمبر آورده شده، نه آخونده ها، بلکه در امت های پیشین هم همون جور که اول بحث عرض کردیم، از آدم علی نبینا و آله و علیه السلام تا خاتم که درود خداوند بر او و خاندان گرامیش باد، نماز بوده. یک پیغمبر نبوده که نماز در بین اعمالیش که برای بندگانش ارده نبوده باشه. همه پیغمبران نماز داشتن. دلیل ما چی؟
من چند تا نمونه رو از قرآن کریم خدمتتون میخونم. نمونه اول، یعنی قرآن بهترین حجت و دلیل ما هست. خود قرآن وقتی ثابت بکنه که آقا نماز در بین امتهای پیشین بوده، ما دیگه دهانمون بسته است دیگه. اولین پیغمبر حضرت ابراهیم علیه السلام است، یکی از پیغمبران مهم بین 124 هزار پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین، حضرت ابراهیم علیه السلام است. آیه 40 سوره خود حضرت ابراهیم علیه السلام، آیه 40 راجب نماز، ببینید حضرت ابراهیم علیه السلام چی میفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی. یک دعای بسیار مهم میکنه، نمیگه خدایا یکی سپول از آسمان برای من بفرست، من خیلی نیاز دارم، یه چند خروار طلا به ما بده، یه ماشین کره‌ای به ما بده. نه، اینا این دعاها نیست. یک دعای که در رأس همه دعاش، خیلی دعای مهمیه، حضرت عرضه می‌دارد پروردگار من، ربه یعنی ربی یاش حذف شده، پروردگار من، من و فرزندانم را برپای دارنده نماز کن. ببینید، یعنی نماز زمان حضرت ابراهیم علیه السلام هم بوده، آرزو میکنه که ما نماز خون باشیم، برقرار کننده نماز باشیم. هم نماز خون تو دل نمازگزار هست، همین که بعداً براتون عرض میکنیم که اقامه نماز یعنی چی؟ یعنی من برپا دارنده نماز بشم، تبلیغ بکنم، دیگران هم نماز بخونن. اینو میگن برپا دارندگی نماز، جوری نماز بخونم که دیگران هم تشویق بشن که نماز بخونن و هم بخونن و هم اونام برپا بدارن. دومین مورد، سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها، در مورد حالات حضرت اسماعیل صادق الوعد. دقت داشته باشید که ما دو اسماعیل داریم که حسب روایاتی ذکر میکنه در قرآن کریم، یکی اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام هست که نبی مکرم ما و 12 امام ما از نسل حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم سلام الله علیهم اجمعین هستند. یکی هم اسماعیلی است که او هم پیغمبر بوده، صفتش رو ذکر کرده به نام اسماعیل صادق الوعد، او هم پیغمبر بوده، این صادق الوعد هم در قرآن آورده. در آیه 55 سوره حضرت مریم سلام الله علیها می فرماید و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة. اسماعیل صادق الوعد کسی بود که خاندان خودش رو دائما نصیحت میکرد و دستور میداد به اینها که اولا نماز رو بر پای بدارید، نماز بخونید و زکات پرداخت بکنید و زکات خودتون رو بدید. این دومی مورد. پس اسماعیل صادق الوعد هم که هزاران سال پیش میزیسته، حداقلش بالای 2000 سال پیش هست، اون زمان این پیغمبر رو هم نماز میخونده و دیگران رو هم امر به نماز میکرده. سومین مورد، سوره حضرت یونس علیه السلام آیه 87 راجع به حالات حضرت موسی علیه السلام. خب قبل از حضرت عیسی علیه السلام حضرت موسی بود دیگه، شاید حدود 4000 سال پیش، شاید، حالا عددشو خود شما میتونید دربینید که کی حضرت بوده، شاید هم بیشتر. حضرت موسی علیه السلام آیه‌ای در قرآن داریم، آیه 87 سوره حضرت یونس علیه السلام، که راجب اون بزرگوار یعنی حضرت موسی علیه السلام می‌فرماید که وجعلوا بیوتکم قبله و اقیم الصلاة و بشر المؤمنین. خداوند متعال خطاب می‌کند به اینها، یعنی به حضرت موسی، و که حضرت موسی به اینها برسونه این مطلب رو، که چی؟ چند تا دستور به اینها میده. به قوم یهود، بنی اسرائیل، حضرت موسی به اینها باید این دستور خداوند رو برسونه که خانه هایتان را مقابل هم بسازید و اقیم الصلاة و نماز را برپای دارید، و تو ای موسی بهشون بگو که ما بشارت میدیم به اون کسانی که ایمان میارن به این فرامین ما. اینم مورد چندم شد، مورد سوم شد. مورد چهارم آیه 31 که
سوره حضرت مریم سلام الله علیها راجع به فرزند حضرت مریم، یعنی چه کسی؟ حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام. میفرماید که خود حضرت عیسی داره بیان میکنه، میفرماید که و اوصانی به صلات و زکاه ما دمت حیا. خدای تعالی پروردگار من مرا به نماز و زکات سفارش کرده و فرمان داده و وصیت کرده تا زمانی که زنده باشم نمازم ترک نشه، باید نماز بخونم و زکات بدم. پنجمین مورد، سوره مبارکه حضرت لقمان علیه السلام آیه 17. حضرت لقمان بعضی فرمودن پیغمبر بوده، بعضی فرمودن پیغمبر نبوده، که همون مطلب دوم صحیح تر به نظر میرسه. خداوند حکمت به او داده ولی او نخواسته پیغمبر باشه، خداوند هم پیغمبرش نکرده، این روایت دوم صحیح تر به نظر میرسه. در این حال هزاران سال پیش میزیسته حضرت، خطاب به فرزندش میگوید یا بنیه اقم الصلاه و امر بالمعروف، پسرکم پسر خوبم نماز را به پای دار و به کارهای خوب دستور و فرمان بده. به کارهای بد مردم رو امر نکنی، یه وقتی ها به کارهای زشت دار، هر چی میتونی مردم رو دعوت کنی دستور بده به کارهای خوب. اول کاری که میکنی چی؟ اولش اقم السلام، اول نماز رو به پای دار. این هم پنجمین مورد که آیه 17 سوره لقمان بود. آیه 87 سوره حضرت هود علیه السلام ششمین مورد، نماز پیغمبری به نام حضرت شعیب علیه السلام. قوم شعیب حسب قرآن کریم به او میگفتن که یا شعیبو اصلاتو کم تأمرو که انت رو کما یعبد و آبا اونا، ای شعیب آیا نماز تو به تو فرمان میده که از ما بخواهی آنچه را که پدران ما میپرستیدن ما رها بکنیم؟ معلومه که حضرت شعیب نماز میخونده، اینا خیال میکردن نماز شعیب بهش فرمان میده که بخواد که از اینها بخواد که بت‌هایی رو که پدرانشون میپرستیدن اینا نپرستن. میگن نماز تو فرمان میده به ما این کارو بکنیم، معلومه حضرت شعیب هم نماز میخونده. این شش مورد. هفتمین مورد، آیه 73 سوره مبارکه انبیا. این آیه خیلی جالبه، میتونید همه تونم حفظش بکنید، خیلی قشنگه. اصلا این آیه آمده نماز همه پیغمبران رو بیان کرده در یک جمله بسیار کوتاه که همه پیغمبران نماز میخوندن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه. ما که خدا هستیم به ایشان یعنی به این پیامبران وحی کردیم تا کارهای نیک کنند و اقام الصلاه، و نماز رو همه پیغمبرا برپای دارن. از دستورهای ما که خدا بودیم به پیغمبرامون چند تا چیز بوده، یکیش این بوده که همه این پیغمبرا موظف بودن که نماز رو برپای دارن. یه نتیجه اینجا بگیریم، بلکه بگیم دو تا نتیجه بگیریم از قرآن کریم. نتیجه اول این هست، از این آیات هم باز متوجه شدیم آقایان جوانها، خواهران جوان ما، آقایون نوجوان ما، خواهران نوجوان ما، نباید پدر و مادر به ما بگوین نماز بخون. وقتی ما این بحث رو گوش میکنیم همه پیغمبرها 124 هزار پیغمبر یک بار خدای تعالی به اینها فرموده که نماز بخون، همه دارن نماز میکنن. نیاز نبوده هر روز بهشون آیه ای نازل بشه که آقا پشید نماز صبحتون رو بخونید، پشید نماز ظهرتون رو بخونید، پشید نماز عصرتون رو بخونید، بچه پشو نماز مغربتون بخون، بچه پشو نماز عشاتون بخون. یک بار بهشون گفته شد، همه اینها نماز میخوندن. نتیجه اول اینه که پس نماز عبادتی بوده که تمام انبیا انجام میدادن و امتهای پیشین هم مأمور به خواندن نماز و اقامه نماز بودن. این یک نتیجه. دوم،
کیفیت نمازها و کمیتش با همدیگه فرق میکرده. حالا در بحثی که میریم جلو شبهای آینده و جلسات آینده خدمتون عرض خواهیم کرد. اما یه دونه روایت هم راجع به حضرت آدم پدر هممون که او هم نماز خون بوده و خداوند او رو هم امر به نماز کرده در قرآن کریم، چون آیه‌ای پیدا نکردیم، ما روایتی رو بیاریم، روایت بسیار معتبر و خوبی رو بیاریم از کتاب من لا یحضره الفقیه، ترجمهش جلد 1 صفحه 321، که او هم یعنی پدر همه ما هم نمازخون بوده و نماز میخونده. ببینید چه روایت زیبایی هم هست، خیلی قشنگ. شخصیست به نام حسین ابن ابوالعلا از امام صادق علیه السلام روایت میکنه، میگه اون حضرت یعنی امام صادق علیه السلام فرمودن که هنگامی که آدم علیه السلام در بهشت ترک اولایی مرتکب شد، ترک اولا یعنی این که خداوند مخیرش کرد، گفت میخوای بری این کاری که انجام بدی، میخوای برو انجام بده، بهتر این هست، نظر ما که خداییم این هست که این کار انجام ندی، ولی ما آزادت میذاریم، میخوای انجام بدی انجام بدی، انجام بدی یک برای تبعاتی داره، باید تبعاتش هم تحمل بکنی. امر مولویش نکرد، نهی مولویش نکرد. نهی مولوی یعنی چی؟ یعنی که اگر این کارو بکنی ما عقوبتت میکنیم. اگه اونجوری بود که اصلا پیغمبریشو ازش میگرفت خدای تعالی، که پیغمبر نبود. حضرت آدم علیه السلام همون نظر خدای تعالی رو میخواست انجام بده، انقدر شیطان برای اولین بار در اون در بهشتی که حضرت آدم سلام الله علیه بود، انقدر شیطان آمد وسوسه کرد، وسوسه کرد، وسوسه کرد، حضرت آدم کار بهتر رو رها کرد، کار خوب رو انجام داد. کار خوبش این بود رفت اون کاری که میخواست اراده کرده بود انجام داد. بعد فهمید که نباید این کار رو میکرد، یعنی بعد کار بهتر رو انجام میداد، یعنی خدای تعالی نظر خدای تعالی این نبوده، نظرش همون بوده که اول بهش گفت. خب نتیجه چی شد؟ طبعش این بود که بنا بود چند سال بعد حضرت آدم بیاد رو کره زمین که همین حالات ما داشته باشیم، ولی طبعه این کار حضرت آدم این شد که بشر زودتر پاش به کره زمین برسه، ولذا حضرت آدم سلام الله علیه دستور رسید که آماده باش برای رفتن به کره زمین، به کره خاکی. اینا آیات قرآنه، یعنی هبوط کن، نه خدای تعالی حضرت آدم رو اخراجش کرد از بهش. ما نه یک آیه در قرآن داریم، یعنی یک آیه در قرآن کریم نداریم که حضرت آدم توسط خدای تعالی از بهش اخراج شده باشه، ولی تو شعرامون چرا متاسفانه داریم، تو ختمای ما متاسفانه مدعا بعضن میان اینو میخونن، میگن ما تو بهش بودیم، جایگاه ما تو بهش، آدم همه ما رو بهش کرد بیرون، بریم یقه آدمو بگیریم سلام الله علیه، یعنی به پدرمون اینجوری داره توهین میکنه، مدعا میاد بنده خدا میخونه، نمیفهمدم چی داره میخونه، در حالی که یک آیه در قرآن ندیم که خدای تعالی آدم علیه السلام رو از بهش اخراج کرد. امام صادق علیه السلام میفهمد که وقتی آدم این ترک اولا رو انجام داد هبوط کرد، هبوط کرد یعنی از بهشت آمد بر روی کره خاکی، دستور رسید که آماده باش بری برای کره خاکی، آمد پایین رو کره خاکی. خب کره خاکی چیزی نداره که، امکانات نداره که، حالا اوناش یک طرف که امکاناتی نداره و اینا رو خدای تعالی میخواد بهش بده، مسئله بعدش اینه که وقتی آمد رو کره خاکی خود این ترک اولا برای من و شما مهم نیست، یعنی ما باید نماز شب بخونیم بهتره برامون اگه نماز شب بخونیم، نمیخونیم تا ساعت 1:30 فیلم تلویزیون نگاه میکنیم، بعدم خسته مثل جنازه میفتیم، نماز صبحمونم اگه قضا نشه بعد همون موقع خدا رو شکر بکنیم. نماز شب نخونیم ما تو جهنم نمیریم، ولی نماز شب نخوندن ترک اولاست، یعنی کار بهتر رو ما انجام ندادیم، ولی ما از این ترک اولاها تا وقتی که زنده هستیم میخوایم بمیریم، یه چیزی نزدیک 10 میلیارد با کم و زیادش البته انجام دادیم، ولی خدا از رو فضلش با ما کاری نخواهد داشت، فقط معصیت نباید بکنیم. ولی ترک اولا برای پیغمبران یک تبعاتی داره، تبعش برای حضرت آدم چی بود؟ یعنی یک تبعه یعنی پیامد، یه پیامدی داره. میگه وقتی که حضرت امام صادق علیه السلام میفهمه وقتی که حضرت آدم هبوط کرد روی کره خاکی، این ترک اولایی که مرتکب شد یک لکه و خال سیاهی در صورت حضرت آدم سلام الله علیه بود، یه لکه، یه خال سیاه،
خال سیاه دیدین رو صورت ماها بعضی وقتا هست، یا خال سیاه. میگه وقتی که آمد رو کره زمین، این خال سیاه تمام سراپای اون حضرت رو فرا گرفت. حضرت آدم نگاه کرد، دید خالش پهن شده روی صورتش، بعد آمد روی بدنش، اینا فرا گرفت. ناراحت شد حضرت، اندوهگین شد، از نظر روحی تحت تأثیر قرار گرفت. چه کار کرد؟ میگه شروع کرد گریه کردن. تا شروع کرد گریه کردن، جبرئیل نازل شد. یا آدم، چه چیزی تو را چنین به گریه در آورده است؟ جواب داد، این یه خال سیاهی رو صورت من بود، الان اومدم رو کره خاکی، اینجا امکانات که ما نداریم، چیزی هم که من ندارم، این هم همه وجود من رو فرا گرفته، همه وجود ما شده مثل این خال سیاه، چیکار کنم؟ جبرئیل علیه السلام گفت ای آدم، برخیز و نماز کن. دقت بکنید، برخیز و نماز کن، خیلی روایت جالبی است. پس آدم برخاست و نماز گذار. کی بهش یاد داد؟ خود جبرئیل. وقتی نماز اول رو خون، یه نماز کن. حالا ببینید چند تا نماز داشت. میگه سیاهی اومد تا گردنش رسید، یعنی جمع شد تو بدنش. یک بار دیگه جبرئیل گفت پشو یه نماز دیگه بخون، با کیفیتی که جبرئیل بهش گفت. نماز دوم رو خوند، سیاهی دوباره جمع شد، کوچکتر شد، سیاهی کوچکتری تبدیل شد. یا نوشتن، بعضی هم روایت نوشته که سیاهی از صورتش جمع شد تا به گردن رسید، از گردن به پایین بود. نماز دوم اومد تا به نافش. دفعه سوم جبرئیل بهش گفت یک نماز دیگه بخون، یه نماز دیگه بلند شد خون. وقتی این نماز خون، از ناف سیاهی اومد به زانوش رسید، هنو از زانو به پایینش سیاهی بود. جبرئیل علیه السلام گفت پشت یه نماز دیگه بخون، پشت یه نماز دیگه خون. عرض به خدمتتون که به کلی این سیاهی از بین رفت. بعضی هم تا پنج نماز نوشتن که این پنج نماز رو انجام داد، این سیاهی به کلی از بین رفت در بدنش. وقتی که اینجور شد، بلند شد از خدا تشکر کرد، حمد و ثنای خدای تعالی رو به جا آورد. جبرئیل علیه السلام نازل شد، به حضرت آدم علیه السلام گفت، یک پیامی رو داد. اون پیامش آقایون، خانومها، پدرها، مادرها، جوانها باید یادداشت بکن. ای آدم، حال و وضع فرزندان تو در مورد این نمازها همانند وضع توست. حالی که این سیاهی را بر تن داشتی، یعنی زمانی که این سیاهی را بر تن داشتی، فرزندان تو هم مثل تو هست. اینا هم به واسطه گناهان سیاه میشن، ولی سیاهیشون رو خودشون چی؟ نمیبینن. تو پیغمبری ترک اولاد سیاهی تو دیدی، ولی اینا نمیبینن. هر کس از فرزندان تو که در هر شبانه روز پنج نوبت نماز مقرر را بخواند، از گناهانش خارج می شود، آنچنان که تو از این سیاهی و از این لکه سیاه خارج شدی. دیگه از این بهتر می خواهید واقعا که به ما گفته بشه که برای نماز اهتمام بورزیم؟ ما اگر نماز رو اینگونه، از الان که جلسه اول داریم اینجور سخن صحبت می کنیم، بعد انشالله جلسات بعد خداوند به ما توفیقی بده، واقعا توفیق داشته باشیم که هم بگیم و هم بشنویم، برای هر دوش توفیق میخوایم. ببینیم اون وقت این نمازی که اینگونه است که ما رو از سیاهی ها خارج میکنه. خب ما فرزندان حضرت آدم علیه السلام هستیم، ما رو از سیاهی خارج میکنه. اون وقت اگه ما اینجوری نماز بشناسیم، آیا اون وقت کنارش میگذاریم، کوتاهی میکنیم، بی نماز میشیم، تارک نماز میشیم، نماز رو رها میکنیم؟ این یک. از اون ور قضیه هم ما خواهیم فهمید که چرا ابی عبدالله علیه السلام در روز عاشورا تو اون بهبوهه و اون وضعیتی که بعداً طی بحث نماز براتون خواهیم گفت، چرا بلند میشه نماز میخونه؟ چرا شیعیان اقتدا میکنن نماز میخونن؟ کشتن میدن ولی نماز رو ترک نمیکنن.
اون وقت اگر ما نماز رو درست بشناسیم دیگه مساجدمون نباید خالی باشه، دیگه نباید اول وقت نماز رو به فوتبال لیگ اروپا بفروشیم، به فوتبال لیگ برتر بفروشیم، نماز رو به کار دیگه بفروشیم. اگه ما نماز رو خوب بشناسیم وقتی وقت نماز رسید اون وقت با جون و دل سراغ نماز خواهیم رفت. اون وقت خواهیم فهمید که اون عارف گرانقدر سوال میکرد که آیا من نمیدونم در برزخ و قیامت هم میشه نماز خون، چقدر من علاقه به نماز دارم که نماز بخونم. اینا افرادی بودن که محتوای نماز رو فهمیدن. خدا به ما کمک کنه در چنین ایامی محتوای نماز رو بفهمیم، اهتمام ببرزیم، بیش از اون که در گذشته بودیم از نمازگزاران واقعی محسوب بشویم انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
سلموا تسليما اللهم صل على